اتاق 102 بودی درسته؟ بله بله. یه شام نهار بودی ولی سه بعد اینجا بودی، سه شبانه روز. بله درسته؟ درست. آه میشه به عبارت خوش آمدین آقا، صفا آوردین. خیلی ممنون. امری باشه عزیزم. نشناختی؟ باید بشناسمت. فرخم. آقا فرخ، آقا فرخ، خوبی آقا فرخ، سلامتی. ماما اینا خوبه، ماما فریبا خوبه انشالله. خدا شکر، سلام میرسون. چه دست گلی ماشالله. خب امرتون چیه؟ راستش اومدم اگه اجازه بدین میخواستم مارا خانومو ببینم. چیزی شده؟ ای کاش با هم یه جای دیگه قرار میذاشیم. چرا؟ احساس میکنم عمو لطیفی جوری داره نگامو میکنه. چجوری نگام کنم؟ یه جوری که انگار از من خوشش نمیاد. خب اکثر بابا همینن دیگه. یعنی چطوری ها؟ یعنی خوششون نمیاد دخترشون ازدواج کنه. از من خوشش نمیاد. خب میگی من الان باید چیکار کنم که بابام از شما خوشش بیاد؟ نمیدونم. شما هم گیر دادین به بابای من ها. مامانتون چیه؟ مامانم چی؟ اونم از من خوشش نمیاد. عصبانی شدی؟ نه برای چی باید عصبانی بشم؟ میگم اصلا شما مهمترین معیارتون واسه انتخاب یه همسر چیه؟ خب خیلی چیزا. شما چی؟ من اخلاق، قیافه، خانواده. صداقت؟ صداقت؟ آره خب اونم مهمه. خب چقدر براتون مهمه؟ خیلی. یعنی اگه من الان یه حقیقتی رو بگم شما خوشحال میشین؟ والا حتما بفهم. چی بگم والا؟ راستشو بخواین من از اولش هم هیچ تمایلی به ازدواج با شما نداشتم. جالبه. جالبه؟ بله خیلی جالبه. چرا جالبه؟ چون منم واقعیتش همین مشکل رو دارم، ولی به اندازه شما من شامل نداشتم. یعنی چی؟ یعنی منم یه جورایی دست ازدواج با شما رو ندارم. شوخی میکنی؟ نه راست میگم. پس برای چی اومدین خواستگاری من؟ خب راستش اصرار مادرم بود. یعنی واقعا به این فکر نکردین که اگه من یه وقت وابسته بشم؟ و اگه کار به اونجا میکشین من این راهی واسش پیدا میکردم، ولی الانم یه پیشنهاد دارم. میشنوم. ببینین شما به دلایلی که نمیتونین بگین فعلا مجبورین که زارسازی بکنین. خب منم به دلایلی که نمیتونم بگم دوست دارم این وضع حالا تا یه مدتی ادامه پیدا بکنم. خب همین. پیشنهاد خوبیه ولی من باید بهش فکر کنم. اشکالی نداره فکر کنی. که الان دیگه یه گندی زدی رها کن بهش فکر نکن، هرچی فکر کنی ای بدتره، حالت گرفته میشه. آبا دست خودم نیست دیگه، حالم بده. میخوای یکم با فرخنده خانم صحبت کنی روبراشی بهتر میشه حالت؟ چی جوری؟ الان میگی باز باش صحبت کنم؟ نه اونطوری نمیگم، اون که میدونو. ببین الان تجسم کن ما فرخندم گوش کن نوچ نکن، این روش علمیه جواب داده، روانشناسی مدرنه. با ما صحبت کن هرچی دل تنگت میخواه بگو، خوبت میکنه. بگو با تونو. آقا کریم ببخشید، آقا سید چرا قضاعت میل نمی کنی؟ زشت مالک میشنم از صدا تو، جمع کنی مسخره بازی ها رو. عزیزم از چی ناراحتی؟ از اینکه یهو این ابله ها شدم نباید ناراحت باشم؟ علت ناراحتیت بلاحتت نیست، علتش اختلاف طبقاتی مونه. اختلاف طبقاتی؟ یک انظر ظاهر، تو ظاهرت قشنگی اما خب من غلط، ظاهر من خیلی خوشگلم.
و دوم شرایط مالی تو بالاتره یا من؟ بابا چه ربطی داره موقعیت مالی؟ اینا مال قدیم بود. ربط داره، خیلی ربط داره. عوضش جایگاه اجتماعی من بالاتر. اون یک مان پکند با این جایگاهش. بابا ولمون کن، یه جایگاه جایگاه میکنی، پوش بده بابا این جایگاه تو نگو سید. یه جوری میگه جایگاه اینگا پنج تا پمپ بنزین داره، سندش هم به نامشه. مقصر منم که با آدمای مثل تو رفت آمد میکنم، میدونی؟ من مخترم، هر کی که منو نمیفهمه. آقا 48000 بار گفتی مخترم، 50000 بار بهت گفتم به درک، حویجم دست نمیدن، نوشابه هم بهت نمیدن مفتی. ای مخترم مخترم. آقا الان اینا رو میگی که چی بشه؟ هدف دارم. میخوام یه اعتماد به نفس کاذب بده، اینه بادکنک بادش کردی سوزن بیارم بتره کنومش. آقا پوکوندی، الان میگی چی کار کنم؟ جایگاه مو عوض کنم؟ ظاهرم رو تغییر بدم؟ درستم نمیشه. موقعیت مالیت که تهی چایی دوزار تو جیبه نداری، ظاهرت کارهایی باید بکنی درست. یک زاویه سازی، ژل گونه، بوتاکس، دماغ. دماغت بد نی، بری یه قطعه میخواد، اونم پول میخواد، نداری. پس اینم مثل او نداری، برو بمیر. مالک چرا ساندویچتو نمیخوری؟ بی خیال من نمیشی. پکار رفیقتو دلم میسوزه، میخوام کمکت کنم پاره تنومی. آقا نمیخوام دل سوزم باشی، نمیخوام کمکم کنی. نمیخه خود نخواه. سید عزیزم عشقم، پول خزای برو حساب کن. من پول ندارم. بفرما. الان خودش هم بود، الان فرخونده، ببخشید فرخونده خانم الان اینجا بود، میگفتی پول ندارم؟ بله دقیقا همینو. خب این چی بهت میگفت؟ میگفت تو پول نداری ساندویچ برمو بگیری، بمیخه خودمونی بگیری. کی گفته من پول ندارم؟ پول دارم، خوبشم دارم، اما نمیدم. الان خودمون گوش کن، پول داری برو حساب کن، برو حساب کن، دیدید نقش میره بیرون. با آدم باش دیگه، اون دفعه من حساب کردم، هر دفعه که نباید من حساب کنم که. الان نوبتمونه یعنی؟ باشه دعوا نداریم. آقا اصلا ندارم. شرایط آدم ها که تا آخر اینطوری نمیمونه که، این همه آدم از صفر شروع کردن، یکیشم من. یه چوب میخری؟ ای چوبا جادوییه، بگو جادوییشو بده، اینطوری میزنی زندگی عوض میشه، پولدار میشه، صورتت هم درست میشه. ولم کن بابا. وایسا کجا؟ خودت اومدی برگشتی، خاک دو سرت، بره نوشابه برمیگردی. سوسای نبردیم. سید وایسا وایسا بابا، ما رفیقتون خود مون را راسته به نشون ندم، خود چی میخوا به نشون بده؟ مالک من الان مغزم کار نمیکنه، بی خیال شو، رای درست رو نمیخوام نشونم بدی. خدایا این مونه دیوونه که تکلیفمون روشن کن، ما تکلیفمون بدونم، تو اینه میخه یا نمیخهش؟ چرا ولی با این گندی که من زدم نمیشه کارش کرد. بشین اینجا بینام، بشین اینجا، بشین، بشین. نمیشه نمیشه، کی میگی نمیشه؟ یه کارهایی میشه کرد. نمیشه. آقا علاقه داره بهت. چرا الکی دل خوشی میدی؟ چرا الکی میگی به من علاقه داره؟ دلیل دارم. الان دارم فکرشو میکنم. چرا وقتی میخواست با احوال پرسی کنه اومد پیشت، اومد نزدیکت؟ اینجاست میگم الکی دل خوشی میدی ها. اومد سلام کرد چون مؤدبه. نه مؤدبا نمیتونه هر راه دوری کنه. اومد نزدیک چت. حالا هیچ، تو درست میگی، باش قبول. وقتی اومد چرا رو لبش لبخند بود؟ اینو بخور فکر کنم قندت افتاده. اون داشت با من صحبت میکرد، پشتش به تو بود. تو چطوری لبخندشو دیدی؟ اینو بگیر، اینو بگیر، به تو چه؟ این دیگه تخصصمونه، ما اشیه ایکس دارم. لبخند میزد یا نزد؟ اینو فقط به من بگو. نمیدونم، فکر کنم میزد. میزد. تمام. تمام، تمام، تمام. بحثم نکن. راه داره. یعنی میگی شانسمونو یه بار دیگه امتحان کنیم؟ چجوری یعنی؟ چه میدونم، بریم یه بار دیگه باش صحبت کنیم، این دفعه اول ما سلام کنیم. تو کلن تز نده، تو کلن تز نده، فقط بشین، بشین جان مادرت بشین.
اون را بود رفتی، اون را قدیم بود، بنداز از زباله. خب چیکار کنیم؟ آقا مونه مونه نگاه مالک، من اینا رو نمیفهمم بابا. میگم کل خانواده جمشین بری خواستگاری. خواستگاری؟ همینطوری بی هوا. آقا دیگه هوا نداره، یا رومی روم یا زنگی زنگ، تمامش کن جان تو، حالت بد میشه، مریض میشی. آقا رفتیم خواستگاری گفتش نه، اون وقت چی؟ دیگه بسم خدا تو حرکت کن، باقیش با خدا دیگه. مالک اگه واقعا بگه نه چی؟ دیگه اون موقع باید پلن آه بذاریم کنار، ورود کنیم پلن بی. پلن بی چیه؟ نمیدونم، خودم هم نمیدونم. ای جونم، بر این دمنوش گر جان سپارم رواست. نوشه جان برو بورت. میگم پروین جان از مهتاب جان و دکتر جان چه خبر؟ کی میان؟ اوی دیگه فردا پس فردا باید پیداشون بشه دیگه. چطور؟ به نظرت ما یه مطب ارزون قیمت خوب براشون پیدا کنیم که وقتی رسیدن لنگ نمونن؟ خب به چه مناسبت؟ وقتی اینا میخواستن عروسی کنن که ما وضعمون خوب نبود که جهاز بهشون بدیم، الان فرصت خوبیه یه جهاز بهشون بدیم که اولا که خودشون گفتن ما جهیزیه نمیخوایم، میخوایم دانشجویی زندگی کنیم. بعدش هم ما کی وضعمون خوب بوده که اون موقعش خوب باشه؟ خب میگم به هر حال که بدهکارشون که هستیم. حرف آخره تو بزن، چی میخوای بگی؟ به مالک بگم که یه مطب ارزون قشنگ نقلی براشون پیدا بکنه. به فریب خانم رو نندازی ها. آقا میگم مالک چه ربطی به فریبا خانم داره؟ تا مگه فریبا خانم مطب داره که اجاره بده؟ یه حرفایی میزنی ها. چه میدونم والله، حالا اینجا که راه بیفته خود عالمه. شما نگران چیزی نباش، اینجا رو راه افتاده فرض کن، خیال تخت تخت. بیا اینجا، این چه سروضعی واسه خودت درست کردی؟ چیز خاصی نیست. خود چرا نمیگم یه مدرسه براش پیدا کنیم؟ این تهران بود، سرگرم درس و مشق بود، واسه فرق میکرد. من مدرسه نمیگم. بخور، با خودم یه مدرسه زید پیدا میکنم، توپ. خب باشه، البته اگه مدرسه فوتبال باشه میگم. گفتم توپ، منظورم فوتبال نبودم. دیگه چی؟ آقا سینا اصلا من میرم بخورم. آه بیا اینجا ببینم. کجا میری با این سر و وضعت؟ من حالم خوبه. من با حالت کاری ندارم، با خودت هم کاری ندارم، با سر و وضعت کار دارم که الان میری همه جا رو بگم میکشی. این چه بلایی بود سر خودت آوردی؟ تقصیر من نبود اصلا، کلن آخه هیچ وقت تقصیر تو نی. ما داشتیم تیم خودمونو تشویق کردیم که یه هویی هم خوردی زمین، دست و پات خاکی شد. نه خیرم، تقصیر طرفدارای تیم وحشی مقابل بود. یعنی چی؟ من لجشون گرفته و هر چی دستشون میرسید پرت میکردم به سمت ما. از چی لجشون گرفته بود؟ من چه میدونم، از من سوال میپرسه. یعنی تو واقعا نمیدونی چرا لجشون گرفته بود؟ مگه میشه همینجوری الکی بیان بزنن شما رو اینطوری کنن؟ اونا داشتن تمرین میکردن، ما داشتیم یواشکی نگاهشون میکردیم که یه قوی فهمیدن ما طرفدارای تیم اونا نیستیم. بعدش هم اونا هرچی به دستشون رسید از سنگ و اینا پرت کردن به سمت ما. وای خاک به سرم، نگفتی اگه اون سنگ به سرت بخوره چی میشه؟ نه بابا، با پشت شاپور بشکه بودم، سپرم بود. تو تازه یعنی پشت شاپور بشکه قایم شدی و وضعتینه؟ خودش چی شو؟ او هر چی سنگ بهش بخوره چیش نمیشه، بشکه اندازه بشکه است. بعد پات چرا اینجوری شو؟ پام یکی از سنگا، ما داشتم البته میرفتم و یکی از سنگا خورد تو سر شاپور بشکه، ای با کلش افتاد رو پای من. حالا چیز خاصی نیست، یه زخم سدیه. سینا به خدا اگه اینقدر، فقط اینقدر به جای دعوا و کتک کاری حواستو گذاشته بودی رو درس و مشقه، تا الان وضعتی نبود، یه آدمی شده بودی برای خودت. مثل سعید که هرکی میبونش فکر میکنه یه تختش کمه. نه خیر، بنده تختم کم نیست، شما تختتون کمه که 20 تا خرس گنده میفتین دنبال یه توپ که بکنینش تو دروازه. یعنی چی؟ خیلی جذابه که. چیش جذابه؟
جذاب نیست تکنیکایی که اونا بازی میکنن؟ چرا شلوغش میکنید دویدن دنبال توپ؟ دیگه تکنیک لازم نداره که. معلومه که لازم داره. مثلا تکنیک گریزمان دیدنی نیست، آدم حال نمیکنه اصلا. گریزمان دیگه کیه؟ همین خوشتیپه تو اتلتیکو مادرید. بفرما. اون موقع بکا مارادوناش بازی میکردم، من با فوتبال حال نمیکردم، این که الانه. آخه تو عباس که سر تو پیچ و مهره و سیمه و مغزت رد داده، دیگه اصلا احساسات برات نمونده. فوتبال و کلکلاش. آقا کلکلا همیشه بعدش چیه؟ خشونته، میفهمی؟ خشونت همیشه بد نیست. آقا کی گفته خشونت همیشه بد نیست؟ اینو من که باش حال میکنم. باش حال میکنی؟ آره خیلی. اگه اون رفیق بشکت نبود که سپر بلات بشه، الان حال تو میپرسیدم، اون وقت میدیدم حال کردی یا نه. میگم فوتبال از همون قدیما همینجوری بوده. راست میگم بابا؟ والا ما اون وقتا که جوان بودیم و پا به توپ به اصطلاح، دیگه از این خشونت ها و دعوا ها نبود. ای بابا مثل که تو این خونه همه فوتبالی هن، ما نمیدونستیم. مگه شما هم فوتبال بازی میکردیم بابا؟ ها چه بازی میکردم؟ تو چه پستی؟ نوک حمله، فوروارد. زهر ما برای چی میخندی؟ آخه مگه شما فوروارد نوک حمله میشه؟ باور نمیکنی؟ میگم باور نمیکنه. من باور میکنم. الا قربونت برم. تو چه تیمی؟ تیمش یادم نیست، ولی اون زمان که ما بازی میکردم تمام تیما دنبالم بودم، از اون پرسپولیس بگی تا این ریزی پیساش. آره اینجوری بوده، از این دعوت او داد، این دعوت بابا برای شام دعوت میکردم، برای بازی دعوت میکردم. این رو نگاه، این هم میخنده. فکر کنم بابا اینقدر تیم عوض کرده که دیگه یادش نیست اسمش. قربونت برم، قربونت برم. اگه میشه آدم توی تیم بازی کنه اسم تیم یادش نباشه. چرا تیم زشته؟ دست فردان این زشته زشته. مسافره؟ سینا برو ببین کیه بابا. کی بود سینا؟ هیچکی نبود. یعنی چی هیچکی نبود؟ ها؟ به خدا بابا اگه بخوای به این عجب بریم از اینجا میرم. حرف مفت نزن اینجا نه کم بابا. من اگه چند نفرم؟ سلام. سلام علیکم. کاری از دست ما برمیاد؟ اتاق میخواستیم. چند نفرین آمو؟ همین تعدادی که داری میبینی. وی تعدادتون هم زیاده ماشاءالله. میگم چرا نمینیم هتل؟ نمیتونیم. ببین چه نمیتونیم؟ حقیقتا ما بودجهشو نداریم. ما یه تیم شهرستانی هستیم و از پس هزینه‌های هتل هم بر نمیایم. خواستیم بریم خونه یکی از فامیل که دیدیم هم راش دوره هم اتاقاش کوچیکه. یه خورده پرسجو کردیم، آدرس شما رو دادن، گفتن شما آدم منصفی هستی، اتاقم زیاد دارید ماشاءالله، دیگه گفتیم مزاحمتون میشه. دستتون درد نکنه، ولی واقعیتش اینه که خدا یه کاریش بکنید دیگه، بچه‌ها بعد استراحت کنن، فردا ساعت 4 بازی دارن. عزیزا ما دوست داریم کمکتون بکنیم، قربونت برم، ولی باید امکاناتشو داشته باشیم یا نه؟ فقط یه جا خواب اگه باشه کافیه. خب این جا خواب، رخت خواب میخواد، بالشت میخواد، نداریم. خب ما توقع آنچنانی نداریم، ما فقط خواستیم استراحتی کنن بچه ها. بابا اصلا یه سری از اتاقامون ردیف نیستن. بابا جونم بابا اینا که رفتن تو. برای چی رفتن آخه؟ ما هنوز قبول نکردیم که. خب اگه قبول نمی کنین پس بچه های دستاشون یه آب بزنن، ما رفته زحمت کنیم بریم. آره این همه آدمو که آخه چی بگم. راست میگه بابا. ها فهمیدم بابا. بابا جونم یه دقیقه بیاین. باش با اجازهت ببخشینم جونم. بابا موضوع چیه؟ نکنه میخواییم بفرستینشون برن؟ بابا اینا فوتبالیستن، کلی فالوور دارن، معروفن، هر کدومشون یه دونه عکس بذاره تو پیجشون میدونین چه تبلیغ خوبیه واسه ما؟ میگم تو میشناسیشون آی فوتبالیست؟ بابا اینا عددی نیست، اینا پوچن. ولی ما باید توان پذیرایی از اینا هم داشته باشیم. چه اونم نداریم. ده داریم، خوبش هم داریم. یه بار به من اعتماد کنین، بسپرینش به من، محلش میکنم. حله، قبول کنیم. اگه نتونی چی؟ میتونم، ولی به کمک شما دوتا هم احتیاج دارم. نگاه کن رو من حساب نکن که عمرم بیا کار انجام بدم.
اون نگاهی که بهشون داشتی به منم داشته باش، چون من اصلا مسئولیت قبول نمیکنم. شما چوب لا چرخ من نذارین، مسئولیت نمیخواد بپذیرید. آقا ما قبول میکنیم. حل بابا جان. بریم. بریم. شما چیکار دارید؟ آقا بفرمایید. بفرمایید. چی میاد یه داداش خلوچله این فرخونده بیا اینو ببر از سرش راحت شی. فرخونده خانم. حالا باشه عمو. کجا؟ بفرمایید. ببینین کار ما در وهله اول غذای مسافرای، در وهله دوم جای خوابش. خسته نباشین، دقیقاً درسته، فقط تنهایی کشف کردین. شما حرف نزنید لطفاً. پس بابا بی زحمت شما و سعید و سینا هم یه دستی به سر روی اتاقای مسافرا بکشین و چمدوناشونو ببرین. جفت عزیزم چطوری شده واقعا فکر می‌کنی چه هتل؟ آقا به شما چه مربوطه؟ شما دستور اجرا کنید. با عرض معذرت من یه قدم واسه اینا بر نمی‌دارم. میشه بفرمایید بری چی؟ واسه اینکه اینا همون تیم خوش هستن. خب باشن عزیزم باشن. نه نه منظورش اینه که همون تیم رقیبن. میفهمم آقای محترم تیم رقیبم. میگم الان مهمان من. نگاه کن پدر من مهمون پیمون حالیم نیست. اینا دشمن من. اگه شما با اینا همکاری کنید میشه دوست دشمن من. دوست دشمن من هم میشه دشمن من. بعد نگین نگفتم. بفرمایید. یه نیرو از دست دادیم تمام. این که خود همیشه نیستی که خدای پیچوندنه. شما چی خدای پیچوندن نیستین؟ کوچولو اینجا وایسادی. نگاه کن کوچولو خودتی. چرا اینقدر عصبانی؟ بفرمایید. ببینم تو هم فوتبال بازی میکنی؟ ببخش شما ارتباطی داره؟ بذارید امروز خیلی عصبانیه. دوست دارم. تیم ما رو؟ تیم شما؟ تیم شما سوراخه، هیچ که تیم شما رو دوست نداره. سلام. امیدوارم که داداشم رو زیاد جدی نگرفته باشین و از میزبانی ما هم راضی بوده باشین. دست شما در نکنه، اما واقعا ما انتظار این همه شما نداشتیم. خواهش میکنم، وظیفه است. فقط اگه واقعا انقدر راضی هستین به بچه‌هاتون بگین چند تا عکس از اینجا بگیرن، اگه اشکال نداره تو پیجشون منتشر کنن با هشتگ اینجا خانه ما است. بله بله. که ما بتونیم میزبان دوستانتون باشیم. بله بله. خب عزیزان خیلی خوش آمدین. خوش آمدین. صفا آوردین. مدیریت اینجا با دختر گلمانه. دست شما در نکنه. نوشه جان. بفرم. ممنون. خدا کنه بچه ها بو نبرن که تیم رقیب اینجاست. چرت نگو بچه، بخواب. بو ببرن. مثلا چی میشه حالا؟ من متهم به خیانت به تیم اون میشم. نگران نباش عزیز دلم، نگران نباش. اینا کله صبح ها میشن میرن، آب از آبم تکون نمیخوره. تو فقط بگی بخواب. خب بابا خوابم نمیبره. ستاره ها رو بشمار بابا جان. پدر جان کوچ ستاره؟ اینجا که هوا ابریه. توی ذهنت بشمار. ذهنم درگیره. ای وای بگی بخواب دیگه. ای میگم بابا میتونی یه بهونه جور کنی اینا رو بفرستیم برم بیرون. باز تو چرت گفتی؟ نصف شبی چه بهونه جور کنیم مثلا؟ اگه بابا قبول کنه بهونش بکنم. ما قبول نمی کنم، فهمیدی؟ بابا به خاطر من. شب بخیر. میخواین به پلیس زنگ بزنیم؟ آخه مادر من زنگ بزنیم به پلیس بگیم چی؟ بگیم یه صدا شنیدیم؟ قبلا از این صداها اینجا شنیده بودی؟ فکر کنم بالو قبرستون پشت. یا خدا این چرت و پرتا چیه میگی؟ بابا علکی میگی، من رفتم اون پشت دیدم هیچ خبری نیست. نیست؟ ببریم بهت نشون بدیم. ببری چی رو نشون بدی؟ قبرستون دیگه. قبرستون کجا بود بچه؟
چند روز پیش با بچه ها رفته بودیم گل کوچیک بازی کنیم همین پشت پای همین شاپور باشکه پاش رد توی سوراخ درش رو بانیم دیدید توش اسکلت آدمه واقعا؟ بیاریم به نشون بدم آقا احتمال داره او قدیمه ها میگن که رئیس علی دلواری تو جنگ با پرتغالیا یه سری از این انگلیسی ها سربازه انگلیسی رو تارمار کرد ممکنه جسد اونا باشه رئیس علی دلواری انگلیسی رو تو تنگستون کشته قبرشون اینجا چی کار میکنه؟ اومده دیگه حتما این انگلیسی ها زخمی شده بودن بعد فرار کردن اومدن اینجا مردن ها باریکل ها خب از قبل میگفتی؟ نگفتم که شما نترسید سعید آره نه ترسیم آره دیگه قبرش داره نه ترسیم چه میرسه که خلاصی میگم سینا این چی که گفتی چی بود؟ کدومه؟ قبرستونه؟ بابا از شما بعیده به خدا چی اما بعیده؟ ای که فکر کنین روح و اربا همچی صدای از خودشون در میارن ما کی گفتم اربا از خودشون صدا در میارن؟ نه گفتیم ولی مشخص بود ولی جدا از شوخی من جای خونده بودم که این صدا منشأ زمین شناسی داره در واقع صدای حرکت لایه های زمینه حرف بی رب نزن ما همچی چیزی نشنیدم خب کتاب بخون تو نه کتاب بخون ببخشید بچه های ما با این سر صدا نمیتونن بخوابن میخواستین نه اصلا ما چیکار کنیم؟ آقای محترم این صدای جابجایی لایه های زمینه کارش نمیشه کرد یعنی امکان داره بیشتر هم بشه؟ منظورتون زلزله است؟ جناب شما تشریف ببرید بخوابید ما تا صبح هم اینجا کشیک میدیم من قول میدم دیگه صدای شما را اذیت نکنه خب اینجوری که نمیشه بچه ما میخوان بخوابن هنسفیری بزنید موزیکای خوب گوش کنید آقا شما بفرمایید این صدا چی بود؟ نگام حرکات لایه های زمینی شکلی بود بابا نه اون قبلی بود این همسایه هم نداریم شبیه صدای در قابلمه اذیتش نکن سعید دیگ آثار جرمو بگیر آثار جرمو بگیر گرفتی همه رو بسه ببینم چی؟ کی بایسته؟ میزنی بفرستمت بیابون میشه شغالا میگه من چیکار کردم دیگه چیکار میخواستی بکنی مگه نه خانم اون همه رو فل کردید فقط یقه منو چسبیدین اینجوری نمیشه سعید بله خانم بودو برو اون مرغا رو بیار بمالیم به تنش بوی مرغ که بگیره شغالا میان قشنگ میخورنش تو یه چیزی بگو سینا من چه استعب بدیم اینا من شما هم دیگه نمیشناسیم آره میشناسیم ولی به من هیچ ربطی نداره دروغ میگه خودش گروبی گفت که ما باید کاری کنیم که خواجه سهانتون شب و راحت بخوابه من به تو گفتم خب شاپور باشکه گفتی شاپور باشکه چه ربطی به تو داره خب شاپور باشکه نمیتونه بدوه دیدم چه خوب دویدی چه مولا درزش نرفت تقصیر من چیه که پام پیچ خواب خب پسرم تو فکر نکرده اینا شب اگه خوب نخوابن صبح نمیتونن خوب بازی کنن خب بازی نکنه راست میگه اصلا برای چی باید بزنیم تیم رقیب اون برنده شه؟ ببینین کسی برنده میشه تو فوتبال که قشنگ تمرین کرده باشه خوبم بازی کنه فهمیدین؟ اگه تونستن بازی کنن هیچ اشکالی نداره بله حالا میتونم برم؟ نه خیر نمیتونی اول باید بری تک تک این مهمونا رو از شما معذرت بخواد من چه راست خواهی کنم؟ میخوای من راست خواهی کنم؟ لازم نکرده شما هم زودتر بار خونه تو دیر وقته بجم نه نمیتونم برم چرا نمیتونی بری؟ هم دیره هم بچه ها رفتن نمیشه تنهایی رفت آها یعنی میخوای اینجا بمونی امشبو؟ چاره دیگه ای مگی دارم؟ ببینم مادر تو اصلا غذا خوردی؟ فقط تخم مرغ داری ما همون هم خوبه سه تا زردیشم شل باشه چقدر پر روی این دستور دیگه ای باشه؟
چی شده عزیزم؟ طوری شده؟ کفش و لباسامون نیست. یعنی چی نیست؟ یعنی گم شده. ای بابا نگران نباشین عزیز دلم، پیداش میکنیم. چی شده بابا؟ کفش و لباسامون رو بردن. یعنی چی بردن؟ کی برده؟ معلوم نی کی برده. خود درستش میکنیم، نگران نباشید. بیا تو. شما نگران نباشید، درست میشه. بفرمایید. مگه میشه این همه کفش و لباس گم بشه؟ اگه پیدا نشه نمیتونم مسابقه بدم. خوشحالی؟ هیچ میدونی اگه زنگ بزنن به پلیس چی میشه؟ ما نباید اجازه بدیم اینجا تو این مهمون سرا آبرو ریزی بشه بابا. شما هیچ چی نمیخوای بگی نه؟ به من چه؟ نگفت به شما ربطی داره که، پرسید نمیدونی کار کیه؟ کار ما نبوده، نمیدونم هم کار کیه. صبر بده بینام، حدسم نمیتونی بزنی؟ نه. اگه این لباس ها پیدا نشه بعدن چی میشه؟ هیچی، 0-0 منافع تیم ما. بله سینا جان، ولی هممون بیچاره میشه. من فکر کنم بشه چطوری پیداشون کرد. چجوری میشه پیداشون کرد؟ لابد از طریق مالک. بابا تلپاتی. یعنی تو میگی کار مالکه؟ نه بابا، بیچاره مالک باید نیست. آقای مالک باشه؟ نه آقا، منظورم اینه که مالک این کارو واسه شاب خوردنه، بلده چطوری پیدا کنه. خب پا چرا معطلیم، بریم دنبالش دیگه. خب آره، خب تا کفش و لباسا رو نفروختن بریم پیداشون کنین دیگه. آبارکلا، مالک اینجاست. دوستان عزیز، این خبر اگه به خبرنگارای شهر برسه همه مون داغونیم، آبرو هممون رفته. شما ببخشید اینجا چیکار میکنین؟ من یهو بهم الهام شد که آبروم در خطر، لاجرم خودم رسوندم. شما لاجرم دیشب این پشت خوابیدی؟ ای بابا بس کنین این حرفا رو، الان که وقت این حرفا نیست. الان باید ببینیم چجوری میتونیم کفش و لباسا رو پیدا کنی. بزرگترین اشتباهتونی بوده آقا لطیف که به پلیس زنگ نزدین. ای خدا، چرا ما حواسمون نبوده؟ بابا جان جدی باشین، حالا مالک چی گفت دیگه؟ چرا میگید؟ متوجه شدم شما نمیخوای مداخله کنه پلیس. دقیقاً. بله که من بتونم کارمو شروع کنم. آقا لطیف، بزرگ جان، من باید اینطوری نمیشه، خودتون استایین. من با یه سرنخی، مرنخی چیزی به من بدی. آقای مالک، بفرمایید. سرنخ تموم کردیم. چی دارید؟ مرنخ. مرنخ. او! درست صحبت کن. من ببخشید، من فکرم یه محل کار دیگه. من عذر میخوام. فکر کرد. عزیزم قربونت برم کوکایی. عزیز آقا لطیف، شما چیزی اگه میدونی لطف میکنی با ما دلت میخواد بگو. هیچی نمیدونم. سینا جان ما میدونیم تو هیچی نمیدونی، ولی خب شاید بتونی یه چیز کوچولی به ما بدی که به دردمون بخوره. یه چیز کوچولو به من بدید در این حد چه کاره هم آقا لطیف. آقای محترم میگه چیزی نمیدونم، چجوری میخوای ازش در بیاری تو؟ هم تو استادیو که بودیم دو نفر بودن، بعدش هم دیوونه میونه میزن. من اینطوری نمیتونم هم کاری کنم جسارتا، باید برم. اینطوری نمیشه، به من اسم باید بدیم، من موظفم جنازه دربیرتون بدم. سینا جان یکم به مغزت فشار بیار، شاید تو استودیو یکی به اسم صداشون کرده باشه. حداقل بگو چه شکلی بود. دماغ گنده بود. بس خودم. کف تو. اسمش کریمه، فهمیدم. باره بابا کریمه، من اینجا باش. کریم داییت. کریم کیه؟ داییش. داییشون؟ چی میگیم پدر پسر؟ معذرت میخوام، من کسی دیگه دنبال او یارو هم کفشای دوزیه، کریم دیگه یه دارم میگم. داییم کیه؟ ای آدم که میگه دماغش گنده است، رو میشناسمش قشنگ. آدم خطرناکیه، خیلی شره، با مواظب باشیم. معروفه به کریم آب منگل. ولی چرا لاف میاد؟ کریم آب منگل خوزستان چی کامو گفت؟ تهران؟ نه نه، یه کریم آب منگل دیگه رو میگه. حالا بگیم چجوری پیداش کنیم.
الان ما اینجا حکم بوقه دارم، ببخشید برگه چه گنده رو، پس من اینجا چیکارم؟ من پیداش میکنم براتون. چجوری میخوای پیداش کنی؟ یه کاری میکنه دیگه، بلده، دماغش شکنده است. موتور برادر، خیلی تشکر کن از دادره. کجاره؟ کجاره؟ راه اجازه نمیده. بس اینا بس کام باز چه غلطی کردی اما آدمو کشونی دنبال خودت؟ هیچی؟ الکی میگه؟ از این آقای محترم مهمون سرار کفشه و لباسه رو برداشته کوکا. ببین عزیزان، این لباس ها خیلی ارزش نداره اما آبرو حیثیت مهمون سرای ما تو خطره. آره توه؟ نه ببین آب بزن تو دهنش لبه کن. ببین پسران، اگه خونتون خونتون نشونمون بده بریم. بریم بفر بیا بیا بابا بیا بدر شا این داداشش این بعد تو چه سنی بابا پشت محبت جمعه فرصت برای حسینی ببینیم چی کار میکنه، میاره روی پای راستش ضربه رو نمیزنه، برو 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 سمت راست برو پش ارسال این فرصت با توپی که توی دروازه قرار میگیره از تجربهش استفاده کرد رضا، توپ رو درون دروازه جای داد و توپ به تور دروازه بوسه شد. اینجوری هوای تیمتون رو دارین؟ 80 دقیقه رو پشت عزیزم پسر گلم بردن حق کسی که خوب بازی کنه. ببینم حالا چند سه بر یک آغوش کادر فنی هم قرار میگیره و خوشحالیش رو با نیمکت نشینان هم تقسیم میکنه. این چیزه که حالیش نمیشه کانال رو عوض کنیم. خیلی خوب عوض کنیم. بابا فریبا خانومه. ماما فریبا خانومه. با ماما کار داره. چی کار داره؟ یه بیاین مطب رو ببینین الان وقت دارم. مگه من به شما نگفتم دیگه به این خانم رو انداز؟ کی رو انداز خانم؟ ما رو انداز رو یه تیری زدم به تاریکی بلکه بگیره که گرفت. شانس این دکتر ماشاءالله مطب حاضر آماده، فقط ارزون قیمت مناسب. از دست تو لطیف. تو نه چی بگم بهش؟ هیچی بگو داری میم بابا آدم آماده میشه. بفرما خانم بفرما را بیار را بیار مطب نکن بیار.